سلام قربان. سلام بفهمید. برای آگهی ثبت نام قدرتون اومدم، تحویل آنی با راحت ترین شرایط. نه مدارک. خدمت. عکس ندارم چه؟ اون گوشه سمت راست 24 قطعه عکس هست. عزیز دانم این عکس ها که 3x4ه. خب باید چی باشه؟ عکس سلفی باید بیاریم. لطف کنید عکس سلفی بگیرین. بیاییم ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقا برای ماشین کی عکس سلفی میده؟ ما گفتیم واسه تنوع عکس سلفی بگیریم، بعد به شما توضیح بدیم. آخه نداره عزیز دلم، شما چت میکنین معطلین، این طرف برگرده بگی عزیزم یک دونه عکس قدی بفرست، لباتو اینطوری پونچه کنی 50 تا سلفی بگیری. حالا ما داریم قانون واسه شما میگیم، میگی عکس سلفی نداریم، صداتون در میاد، بفرمایید عکس سلفی گرفتین در خدمتتون هستیم. سلام عرض شد، این عکس های سلفی خدمت شما. نه مثل که اومدی ماشین رو ببری. با اجازتون. ببین اینا چه عکس تکیه که چجوری باید باشه؟ عکس سلفی زوجینی باید بیاری. این ماشین مخصوص آدم با خانواده است، قرار نیستش که این ماشین رو به یک آدم مجرد بیشوری مثل شما بلا نسبت بدیم که بدین اندرزگو دور شیشه رو بدیم پایین مزاحمت ایجاد کن. آدم های با خانواده که در ماشین رو قفل میکنن شیشه هم بالا سمیدین. عکس سلفی زوجینی بیارین ماشین رو بهتون بدیم. بفهم اتفاقا من اون نامزدم یه چند تا عکس دوتایی برای خودمون گرفتیم برای مصرف شخصی، قسمت شما رو شد من ترجمه شما کنم دیگه. این خدمت شما. اینم آوردی. خب اینم آوردی اونم آوردی. کارت پایان خدمت باید. آقا من الان دانشجو هم اصلا خدمت نرفتم. آقا به من چه؟ برو خدمت برگرد فردا بیا ماشین تحویل بگیر. آقا 2 سال خدمت طول میکشه. دیگه من این چیزا رو نمیدونم عزیزم. فشرده برو سربازی کارت پایان خدمت بگیر بیا ماشین تحویل بدیم. ما به کسی که کارت پایان خدمت نده ماشین نمیدیم. بفهمه. بفهمه وقت من ندیم. بفهمه. قربان سلام. من با اجازهتون دستور داده بودیم معاف شدم. اینم کارت پایان خدمتم. پس اومدی ماشین رو ببری دیگه. با اجازهتون بله. علت معافیه؟ من پدرم بالای 70 سال بود، من کفیل خانواده بودم، خرج خانواده میدادم. تو علت های معافیت همین یک مورد قبول نیستش، ماشین به شما تعلق نمیگیره. بفرمایید. پس چی قبوله؟ ضعف چشم، صافی کف پا، معلولیت. اینا چیز خوبی هستن که معافیت رو میتونیم بهشون باشون ماشین بهتون بدیم. بفرمایید. آقا طرح امروز تموم میشه، من چطوری اینا رو بگیرم؟ من نمیدونم برادر من. بفرمایید وقت منو مجبورید. آقا خب بگی نمیخوای ماشین رو بدین دیگه. برادر من یه جور داد و بیداد میکنی، انگار قانون رو من گذاشتم. قانون من موظفم بشم اخوان. بفهم ماشین به شما تعلق داره. بفهم پس پس پس. در خدمتم. آقا شما گفته بودین اون دلیل که کفالت قبول نیست، من آپشن‌های دیگه رو فعال کردم خدمتتون. چی کار کردی؟ من اول سوهان خریدم، کف پامو سوهان بکشم صاف شدم زمان میبره دیگه، واسه همین یه ذره زور زدم ششم ضعیف شد. تو یه ساعت چجور این کار کردی؟ دیگه خیلی فشار آوردم، واقعا بی سابقه بود دیگه. الان چیزی هم میبینی؟ والا این 7 شمارش، اینم شده 17. الان ماشین بهم تعلق میگیره؟ بله قربان، فقط بی زحمت از این کارت پایان خدمتتون 157 رو فتوکپی بگیرین پشت و رو بسط. این 157 رو پشت و رو بسط. اینا 143 تا 14 تا کم داره، 14 تا پشت و رو بسط بگیریم بیاین. بفهم. مثل که با توپ پر اومدین ماشین رو بگیریم به ما ضرر بزنین. کاملا مصمم هستم. خب کور خوندی، بازم یه نقصی داره پرونده. چی کم داره الان؟ چیزه مدارک زبان تافل با نمره بالا. آقا ماشین اصلا چه ربطی به زبان تافل داره؟ داره عزیزم، ماشین کلی آپشن خارجی داره، شما فقط بلدی سوار ماشین بشین فشار بدین بوغش در بیاد صداش در بیاد. نه کلی آپشن خارجی داره. بفرمایید با تافل که اومدی ماشین میدیم بهتون، ماشین به شما تعلق نمیگیره. بله صحیح. بفرمایید تو این تافل. آری پس چون نگفتی؟ این میخواستم بدونم، سوال کردم اصلا اینکه اطلاعات عمومی بیشتر شه. خب اشتغال به تحصیل. بفرمایید خدمت. دیپلم جدید خدمت.
دیپلم قدیم بفهم. مدرک فنی کوپلندوزی خدمتت. گواهی سلامت خدمتت. ماینه فنی ماینه خیلی فنی بفهم. من نمیدونم این همه رو تو چرا با خودت همراه خودت آوردی. لوح تقدیر ثلث چهارم دبستان خدمت شما. ایزو 9001 اینمش. پیکسل بتمن خدمت شما. پیکسل باربی اون رو خانومم داره میگه الان زنگ میزنم براتون. بگو بیاره. رضایت‌نامه کتبی والده. رضایت‌نامه شفاهی والده. اون تو تلگرام فوروارد میکنم الان. دادخواست طلاق ما هنوز عقد نکردیم. سری میگیریش جدا میشی ها. حل 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 حل. مجوز شکار تو مراتع جنگلی بفرمایید. گواهی فوت بفرمایید. صفحه سوم یکی از روزنامه ورزشی امروز. روزنامه وقایع اتفاقی امیرکبیر. دهنت سرویس. سند شیشتونگ منگوله دار خدمت شما. این منگوله نداره. منگولهش خونه است میارم. اوکی پس منگولهشو بیاری. امضای مامور راهبر منطقه 57. نمونه امضای عمه وسطی بیبی من بفرمایید. اینم داری. خب چند تا سوال میپرسم خیلی سریع باید جواب بدی. سابقه مصرف مواد مخدر؟ خیر. سابقه کیفری؟ خیر. بارداری؟ خیر. سخت جنین؟ متاسفانه خیر. بیماری واگیردار؟ خیر. بیماری ویرگردار؟ خیر. سابقه سوء قصد؟ نه قربان. ترور؟ خیر. تورير؟ خیر. بشین پاشو. بشین. بشین پاشو. بشین پاشو. شنا؟ شنا. اون شنا نه، کرال سینه باید بری اینجا؟ با عینک و دماغگیر و اینا. اینا از کجا بردی؟ پاشو بشین همونجا. یه دیالوگ از خسرو شکیبایی خدا بیامرز. اصلا من شاکیم این آقا با این خانوم زندگی منو گرفتن، حالا میخوان زنمو ازم بگیرن. آقا من طلاق نمیدم، این زن حق منه، عشق منه، سهم منه. آفرین خدا بیامرزتشون. نوید محمدزاده تو مغزای کوچک زنگ زده. من الان دهن کیو باید سرویس کنم؟ اینا همش مال منه، اینا همش مال منه. توف خونه کثافته. به عنوان سوال آخر احساس خوشبختی میکنی؟ بله. ای بابا سوالا تموم شد. یعنی چی؟ یعنی که تمام مراحل و متاسفانه با موفقیت گذراندیم و شرایط تحویل خودرو رو دادیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. آها میدونستی که توی خانوادتون نباید کسی خودرو داشته باشه یا پلاک ماشین به نامش باشه؟ حله هیچ کی ماشین نداره. تو کوچه هم نباید ماشینیشی داشته باشه. نه تو کوچه‌مون هم همین بی ماشینه، فقط یه نفر موتور داره. نه اون حساب نیست. تو فامیل کسی نیستش که ماشین داشته باشه؟ فامیل هم که همشون مردن خدا رو شکر، همه به رحمت خدا رفتن. ای بابا ای کاش تو هم بری پیششون ماشین از ما نگیری. که من با توپ پر اومدم این سری که ماشین رو بگیرم اگه خدا بخواد. فوفتت بشه. ببین یعنی هیچ راهی نداره ماشین از اون نگیری. نه هیچ راهی نداره، باید ماشینمو بهم بدی. آها اصلا آقا اینترنت قطعه. صبر کن بس چه بد بد ماشین بده. آقا شما همه چیه که دستی دارین انجام میدین، اصلا کامپیوتر ندارین شما. ببین راستیتش ما این مراحل رو طوری طراحی کرده بودیم که هیچی نتونه پشت سر بگذرونه به این مرحله برسه. شما اولین نفری هستی که به این مرحله رسیدین. من واقعا نمیدونم چیکار کنم. آها بس من یه تماس بگیرم منم ببینیم چیکار کنیم. باشه چی بگیری راحت بشم. قربان سلام خسته نباشید. یه بنده خدایی اومده بعد این متاسفانه تونست همه مرحله‌ای که گذاشت، مرحله هم سخت بود و تونست رد کنه با موفقیت پشت سر هم گذروند. چیکار کنم ماشین بهش بدیم؟ چه جاده؟ خب الان اونم چونه چه داد باشه باشه خداست. چی شد ماشینم اوکی شد؟ ببین دیدی یه توی بازی ها همیشه مرحله آخر، قول مرحله آخر یه قدرت ماورایی خاص داره، مثلا یا چهار تا دست و پا داره یا مثلا آتیش از دهنش در میاد. ما الان قول مرحله آخر شما رسیدی. قول مرحله آخر اینه که موقع زمان تحویل ماشین ما غیب میشیم و دیگه تو بعد من پیدا کنم تو ماشین تو بگیری. یعنی چی اینطوری؟ عظیم عظیم لاترج. ای ای آره کجا رفتی آقا؟ ببین این ویژگی مرحله آخره دیگه. من الان غیب شدم، تو اگه تونستی تا ساعت 2 ظهر منو پیدا کنی زاهر کن ماشین رو به تعویض میدیم و اگر نه چه خدا حافظ عزیزم شما سوختی.
سلام، معمولا یه نوع خفجوری که تازگی ها خیلی مرسوم شده اینه که شما عینک دافی که کنار تو هست، البته من شوگر مامی زدم توی ماشین گذاشتین رو صورتتون، شوگرتون کنارتونه و دارین اشخاصی کن دستش دستتون میدم دست به دنده است و دارین ماچش میکنین، همینطوری با ماشین دارین میرین. معمولا کجا؟ تو اتوبان مثلا چمران شمال به جنوب، الان ما اونجاییم این اتفاق میفته. همینطور که دارین ماچ بازی میکنین دارین حرکت میکنین، یه هویی وسط اتوبان نصف شب میبینین یه آدمه گولاخ اینطوری وایساده. معمولا لخفا میسه، اگه لطف کنین لباستون در بیارین ممنون میشم. بله اینطوری لخفا وایساده، وایسید همینجا. اینجا اولین چیزی که به ذهنتون میرسه که میگیم وای چیکار کنم، پیادشم یه لباسی بهش هدیه بدم و اینا. اینجا نباید وایسیم، اگر لباس به طرف هدیه بدین این به لباسی که هدیه دادین قانع نیستش. قانع نیستم، اون شوگر مامی نیستم. و اگه وایسین بدترین بلا رو سرتون میارم. اینجا باید فرمون رو صفر بچسبین، شوگر رو فراموش کنین، پا رو بزنین رو گاز زیره.